عرضم به خدمتتون که حالا برگردیم بسر اینی که بعد از همه حرفایی که زدیم که شاهنامه چه جور تاریخیه. میدونیم که فردوسی میخواسته و خودش هم بارها گفته میخواسته تاریخ ایران رو تدوین بکنه، به نظم در بیاره. اما از طرف دیگه در شاهنامه، خب سراسر شاهنامه هم این کتاب رو از هر جهتی نگاه بکنیم به نظر من یک معنای دیگری پیدا میکنه. از طرف دیگه میتونیم بگیم که سراسر شاهنامه در حقیقت ستایش خرده. حالا دلایلش هم ولی یه وقتی شاید انشاءالله صحبت بکنیم. به هر حال در یه چنین کتابی داستان اکوان دیو چه معنایی داره و شاعری که خب در مورد مثلا رفتن کیخسرو از جهان به اراده خودش به جهان دیگر و زنده رفتن میگه که خردمند میخنده به این اندیشه که کسی زنده به سراغ یزدان بره، به پیش یزدان بره در مورد کیخسرو. یا خود او در مورد داستان اکوان دیو که دیوی هست و رستمی در خواب هست و بعد میاد رستم بلند میکنه میگه که تو رو دقیقه سری که میدونید تو رو از بکنم، رستم در خواب غافلگیر میشه میگه چیکار بکنم، میگه که به دریا بندازمت یا به کوه. بعد رستم چون میدونه که کار دیو برعکسه، این قصه اصلا در چند کلمه میگه که من رو به کوه میانداز تا ببر و شیر ببینن چنگال مرد دلیر، و میدونه که وقتی اینو بگه اونی میندازه تو دریا، و او هم رستم رو انداخت توی دریا و رستم از دریا شنا کنون بیرون اومد. یا نبرد با دیو سفید چه معنایی داره و اینکه جگر دیو سفید رو کاووس و دیگران کور میشن و رستم جگر دیو رو دیو سفید رو میماله به چشم اینا و اینا بینا میشن و پوریشون از بین میره. خود فردوسی هم میگه که در مقدمه داستان اکوان دیو میگه خردمند که این داستان بشنود به دانش گراید بدین نگرود، ولیکن چون معنیش یادآوری شوی رام و کوته شود داوری. داوری یعنی قال و مقال و کشمکش و گفته. خردمند که این داستان رو بشنوه متوجه دانش میشه و متوجه معنای قضیه میشه، نه به خود این داستان. به هر حال فردوسی داستان اکوان دیو رو وارد شاهنامه کرده و این احتمالا نبوده در شاهنامه ابومنصوری. داستان بیژن و منیژه، داستانهای دیگری وارد شاهنامه شده، شاهنامه فردوسی شده که در شاهنامه ابومنصوری در مأخذ فردوسی نبوده. به این ترتیب فردوسی که اهل خرده و میخواسته تاریخ رو بنویسه و میگه گر از داستان یک سخن کم بودی روان مرا جای ماتم بودی، این تاریخ رو اختراع میکنه به یک معنا، یعنی عواملی رو وارد تاریخ ایران، قصه هایی رو وارد تاریخ ایران میکنه و قصه هایی رو هم از تاریخ ایران بیرون میکنه، مثل قصه آرش کمانگیر که اسطوره بسیار زیبایی هم هست. نمیدونیم چرا، آیا واقعا در دستش نبوده یا نمیپسندیده. شاید احتمالا توی شاهنامه ابومنصوری نبوده و ازش بیخبر بوده. نمونه های دیگه هم هست، ولی داستانی مثل داستان اکوان دیو رو میاره توی شاهنامه. حالا تصور فردوسی چی است؟ چی میشه فهمید از این کاری که فردوسی میکنه؟ نمیتونیم بگیم دقیقاً، حالا ما یاد گرفتیم میدونیم که تصورش چیه، ولی چی میشه از این قضیه فهمید؟ چه استنباطی میشه کرد؟ در مقدمه شاهنامه ابومنصوری همین مفهوم رو ما میبینیم که میگه، من این چند عبارت رو میخونم از اونجا، که این را شاهنامه نام نهادن تا خداوندان دانش اندرین نگاه کنند. این همون چیزی که گفتم، تریک کوتاهی که مونده، فقط بخشی از مقدمه رو دارم میخونم، هیچ چیز دیگرش نمونده، ولی زبان این زبان بوده. این را شاهنامه نام نهادند تا خداوندان دانش اندرین نگاه کنند و فرهنگ شاهان و مهتران و فرزانگان و کار و ساز پادشاهی
و نهاد و رفتار ایشان و آیین‌های نیکو و داد و داوری و رای و راندن کار و سپاه و آراستن و رزم کردن و شهر گشادن و کین خواستن و شبیخون کردن و آزرم داشتن و خواستاری کردن، این همه را بدین نامه اندر بیاورد. پس این نامه شاهان گرد آوردند و گزارش کردند و اندر این چیز خواست که به گفتار مر خواننده را بزرگ آید و هر کسی دارند تا از او فایده گیرد و چیزها اندر این نامه بیابند که سهمگین نماید. یعنی درست در نمیبر مشکل قبولش. و این نیکوست و چون مغز او بدانی تو را درست آید و دلپذیر گردد، چون دست برد آرش، آرش بوده پس، و چون همان سنگ کجا افریدون به پای باز داشت و چون اون ماران که از دوش ضحاک بر آمدند، این همه درست آید به نزدیک دانایان و بخردان به معنی. باید کدش رو پیدا کرد و رازش رو گشود. وان که دشمن دانش بود این را زشت گرداند و اندر جهان شگفتی فراوان است. حالا نبرد با دیو سفید، شگفتی های هفتخان، از جمله همین داستان شبیه این داستان دیگه دیو سفیده که باز به عقل ظاهرن راست نمیاد و با قول شاهنامه ابو منصوری با قول این مقدمه خوانندگان را سهمگین نماید. ولی با این همه شاعر داستانهایی از این دست به کتاب اضافه کرده و یه داستانهایی را ازش برداشته، مثل کارهای گرشاسب که خیلی مشهور بود. البته بعد داستان رستم جای اون رو گرفته، ولی داستان‌های گرشاسب رو از شاهنامه بیرون کرده، آرش کمانگیر رو هم همینطور. به این ترتیب یه بخشایی از تاریخ ایران رانده شده و یه بخشایی در شاهنامه می‌بینیم که در تاریخ ایران نبوده. چرا؟ باز دوباره همین سوال پیش میاد که با این گزینشی که فردوسی کرد، آیا در نظر او تاریخی که به نظم کشید تاریخ واقعی ایران بود و واقعا فکر میگردش که ضحاک از ریگزارهای عربستان اومد و دوتا مار هم رو شونه هاش بود و هر روز هم دو نفر باید میکشتن، مغز این جوان ها رو بهش میخوروندن تا این آرام بگیره، واقعا به این چیزها باور داشت؟ چرا از طرف دیگه داستان‌هایی رو در دوره تاریخی به نظم میکشه که خودش خسته میشه از دست این کار و میگه سپاس از خداوند خورشید و ما که رستم ز بوزرجمه روز شاه. اون گفتار رو یک جلد از نه جلد شاهنامه، اونایی که در نه جلد تدوین کردن یه جلدش تمام پادشاه انوشیروانه و توی این درائم گفتگوه مرجمه صحبت میکنن، خردمند صحبت میکنن، بزرجمه صحبت میکنه و این اخلاق و فرهنگ و ادب و اون دوره رو دیگه در حقیقت توی این جلد زیر و رو میشه، دیگه مفصل صحبت میشه. و گذشته از این داستان آوردن کلیل و دمنه توی این جلد، داستان شطرنج توی این جلد، کار عجیب خسته کننده یه بعضی از این قصه ها هم خیلی قصه های شیرینی نیست. یه طرف یه چیزایی رو اصلا وارد نمی کنه، یه چیزای دیگری رو وارد می کنه. البته همه فکری می شه کرد برای اینکه خب اون کاری که هزار سال پیش شده من تو دهش نشسته بوده یه کاری کرده، نمیتونیم بگیم این کار کرده اون کار نکرده. به هر حال خب چرا بعضی جاهای دیگه نصف کاره با داده و بعضی از قصه ها رو اصلا بیرون گذاشته؟ از طرف دیگه میدونیم که فردوسی، حالا من مسئله رو دارم طرح میکنم قبل از اینکه جوابا داد، از طرف دیگه فردوسی همش نگران این بوده که عمرش وفا نکنه و این کار تمام نشه و از طرف دیگه میبینیم که بعضی از قسمت‌های شاهنامه بیش از اندازه مطوله، بعضی جاها هم خودش حذف میکنه. اولین مسئله که مطرح میشه، البته میشه جوابهایی داد و چیزهایی به نظر میرسه، منم پیش خودم یه تصوراتی کردم
ولی اولین چیز این استش که حالا برگردیم به دوران حماسی، چون فعلا موضوع صحبت ما دوره حماسه است، این تصور منطقی بودن یا علی بودن تاریخ، عقلانی بودن تاریخ که حوادث بر اساس علت و معلول اتفاق بیفته، این امر به کلی جدیدی که از طرف دیگه همچنان هم صورت دیگرش وجود داره. یعنی اولا خب اینو چند بار گفتیم، از یه دوره معینی از تحول فکری آدمیزاد این مسئله، این برداشت از تاریخ پیدا شده که حوادث باید یک نوع روابط علی درونی با هم دیگه داشته باشند، که این تحول اینا در حقیقت اون چیزی است که تاریخ جامعه بشری رو می‌سازه. اما در دوره گذشته تصور از تاریخ این نبوده. تصور از تاریخ این بوده اولا در مورد خود فردوسی دیدیم زمان چه نقشی داره و چه شکلی گرد برداری میشه تاریخ جهان، تاریخ کشورها از تاریخ کیهان، از اون چیزی که در عالم بالا اتفاق میفته. ولی از این که بگذاریم، از دیدگاه دینی جهان آفریده پروردگاری است که خردمند داناست، به کنه امور و دانای مطلق، توانای مطلق، و کار عبس و بیهوده نمی کنه. اون چیزی که عبس و بیهوده میرسه اونی هست که ما سر در نمیاریم ازش. کار خدا بی حکمتی نیست، ولی حکمت خداوند رو ممکنه آدمیزاد ندونه، مشیت خداوند رو ممکنه ما نشناسیم. این تصوری است که از تاریخ وجود داشته. در نتیجه مثلا تاریخ اقوام دیگر نگاه بکنیم، اسرائیلیاتی که در قرآن هست که از تورات برگرفته شده، داستان یوسف، زلیخا، نمیدونم آفرینش آدم، حوا و بت‌پرستی نمرود، ابراهیم، قربانی فرزندان و آنچه که آمده، روابط علی بین اینا وجود نداشته. بعد وقتی هم که ابراهیم میخواد فرزندشو قربانی بکنه، جبرئیل بیاد نادم دستشو بگیره، گوسفند بیاره و تمام اون چیزایی که توی تورات هست بعد توی قرآن اومده به عنوان اسرائیلیات، اینا هیچ کدوم مبتنی بر روابط علی نیست و همه مورد قبول مؤمنین بوده. خب من هنوز پیش از اینکه اصلا مسئله جواب رو طرح بکنیم، همچنان مسئله رو دارم طرح میکنم، در حقیقت یا طرح مسئله است. خب در قدیم تصور این بوده، یعنی دریافت از تاریخ این بوده که خداوندی هست و حالا رابط خیلی هم البته همین عقیده رو دارن، ولی خداوندی از که کارهای جهان رو تمشیت میده و خیلی از بروزات این تمشیت رو ممکنه که ما نتونیم سر در بیاریم، ولی کار در اصل درسته و پذیرفتنی است و گاه هم عقلانی به نظر نمیرسه. باید کند و کاو نکنیم. خود فردوسی هم این رو در مقدمه شاهنامه اتفاقا میگه، میگه که ما باید برستی خداوند برستیش باید که خست تو شویم، ز گفتار بیکاره یا بیگار یک سو شویم، رها کنیم، برای اینکه خداوند نام و نشان و گمان برتر است و اندیشه ما رو به او راه نیست. جوابی که میخوام بدم این نیست، منتها میخوام بگم یک چنین تصوری اولا از تاریخ وجود داره، از دنیا و از تاریخ وجود داشته، و من میخوام بگم که و کار بیهوده ازش محال بوده. اما امروز هم ما چیزایی میبینیم که به عقل راست در نمیاد یا میدونیم که دروغه و باور میکنیم. یعنی وقتی که میریم هملت رو تماشا میکنیم یا اوتلو رو میبینیم یا هر نمایشنامه دیگه رو، حالا من نمایشنامه رو نمایش رو ذکر میکنم برای اینکه خیلی مشخص، یا یه فیلم سینما، این که چند چیزی اتفاق نیفتده و مطلقا به این مناسبت نمیریم ببینیم که هملت در سال ایکس آیا خاطرخواه اوفیلیا شده یا نه و اوفیلیا بهش دست داده یا نداده، در این عشق پیروز بوده یا نبوده، بلکه در یعنی در حقیقت این دروغه، منتها در این دروغ یک حقیقتی هست که ما به خاطر اون حقیقت میریم به سراغه، یعنی این دروغ یک واقعیت
از این واقعیت یه اگر فراتر بگذاریم به یه حقیقتی میرسیم که ما در جستجوی اون حقیقت میریم بدیدنش. ولی به هر حال یک چیزی از غیر از اون چیزی که ساخته شده است و ما میدونیم که این رو یه کسی ساخته و چنین چیزی اتفاق قصه رستم و سهراب. خب هر کسی که شاهنامه رو بخونه و با شاهنامه روبروشه میدونه که یا یه کس دیگری یا خود فردوسی این قصه رو ساخته. اینجوری نمیشه که یه پسر 14 ساله بیاد و با رستمی بجنگه و این قضایا اتفاق میفته. اما در ورای این واقعیت اینطوری بگیم یک حقیقتی هست که ما در جستجو اون حقیقت به خاطر اون حقیقت این واقعیت رو میپذیریم و اساساً هم کار شعر همینه دیگه. در حقیقت سراسر حافظ همینه. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، هیچ کس باورش نمیشه که تو خونه خوابیده بعد ملائکه ها اومدن در زدن. این نیست، یه چیز دیگر است. یا سحر هم دولت بیدار به بانین آمد، یا سحرگاهان که مخمور شبانه، یا بسیاری از غزلیات. و اساسا روحیه این دیوان این هست که در برای این ما در جستجوی چیز دیگری هستیم. حالا اون چیز دیگر هم زیبایی هم حقیقت و همین زیبایی و حقیقت در حقیقت. چون اگه بخوایم بگیم موسیقی هست یا نمیدونم کلام هست، همه اینا برمیگرده به حقیقت و زیبایی. حقیقت زیباست. حالا دنیان ما هم گذشتگان همین حالت ما رو داشتن. ما که حالا خیلی هم به اصطلاح علی هستیم و نمیدونم منطقی هستیم و یعنی میخوایم باشیم، همیشه یه نوع فراگذشتن از منطق معمول ارسطویی که بهش عادت کردیم، این در ما هست و زنده است و در جستجوش هم هستیم، به طلبش میدیم. حالا باز پیش از اینکه به جواب مسئله برسیم، با توجه به یک چنین استنباطی که از تاریخ در گذشته وجود داشته، از خود تاریخ در گذشته وجود داشته، روش تاریخ نگاری چی بوده؟ چجوری این چیزی رو که تصوری این گونه ازش داشتن، این رو چجوری به عمل می آوردن؟ چه از راه چه ساز و کاری، از راه چه متدی؟ من یک نمونه گرفتم و اون نمونه رو هم از زمانی نزدیک به فردوسی گرفتم و از خود ایران، منتها یعنی تاریخ طبری رو گرفتم که خیلی هم زود ترجمه شد، تفسیرش لااقل خیلی زود ترجمه شد همون وقتها، و تاریخش هم اولا مال یه آدمی است مربوط به همون فرهنگ، به خصوص مربوط به همون کشور، همون سرزمین، فقط فرهنگ اسلامی نیست که فردوسی هم از این فرهنگ بهره داشت، بلکه مربوط به سرزمین ایران هم هست، عهدش هم نزدیک به زمان فردوسیه و از طرف دیگه سلسله تاریخ نگارای اسلامیه. کتاب او کتاب کلاسیک تاریخ نویسای اسلام بوده، چون فقط تاریخ اسلام نیست، تاریخ رسول و مزوکه، تاریخ پیغمبران و پادشاهانه، و پیغمبران به همون اندازه برمیگردیم به اسرائیلیات و قرآن و تورات و غیره، پیغمبران به همون یا کیخسرو و کیومرث و افراسیاب و غیره، اونها به همون اندازه از نظر این مورخ واقعیت دارن که پادشاهان دوره ساسانی که راجب اونا مفصل نوشته، یا خلفای عباسی چون تا زمان خودش اومده. به این ترتیب اسم کتابش هم از تاریخ رسول و ملوک. حالا با توجه به این مقدمات، تاریخی که طبری می نویسه تاریخی که مبتنی بر سنته و سنت هم سنت شفاهی است، همون چیزی که تا دوره ابو منصور عبدالرزاق هست و او جمع می کنه این شفاهی ها رو به صورت کتبی، یا در دوره ساسانیان بود و اواخر ساسانیان خدای نامک ها ترتیب داده میشه به دستور پادشاهان، یعنی اول شفاهیه، اول سنت شفاهیه، بعد بدل میشه به کتبی و از این بابت به هم شبیه هستن. اون وقت زبانی که طبری به کار میبره و در و اساسا زبان فرهنگ اسلامی به خصوص در آغاز و مخصوصا در تاریخ و در فقه و علم رجال، زبان شفاهیه، همون زبانیه که
البته خب همان من با قید تأکید نمیتونم بگم، ولی امروز هم آخونده که صحبت میکنن، اهل دین که صحبت میکنن یا مینویسن، زبون شفایی، زبون حرف زدن، و در این هم استادن، یعنی خیلی بهتر روزخونن تا نویسن، زبون روزمره است. و مثلا کتابای مجلسی رو که نگاه بکنیم پیداست حرف زده و تحریر کردن دیگران، تحریرات. به هر حال تاریخ شفاهی بوده، یه وقتی کتبی میشه مبتنی بر سنت، و در دوره اسلامی به خصوص برای اینکه قرآن تنها متنی بود به استثنای سبعات معلقه که اگر وجود داشت که عرب‌ها داشتن، سنت شفاهی در بین اونها بیشتر حتی رایج بود و خیلی دیرتر کتبی شد. در نتیجه الان دارم پرگویی میکنم انگار، ولی تاریخ طبری مبتنی بر روایت فلان از قول فلان از قول فلان گفت، با قول خود عربا یا بعضی از ایرونی های خیلی معنعن انعناته، انعنات به معنی شوخی هم نیست. ولی به هر حال این طبری یه سرمشق بود، البته مورخ بزرگی بود، سرمشق بود برای تاریخ نگاران، تاریخ نگارای اسلامی. خب همزمان فردوسی هم بود و نگاه کردن به طبری یا توجه به طبری، البته در همین حدی که ما اینجا بهش میپردازیم، بیفایده نیست برای آشنا شدن با اندیشه تاریخی در زمان فردوسی و با روش تاریخ نگاری. و طبری هم فقیه بود، هم مفسر بود، هم محدث برجسته بود، حدیث رو بیان میکرد، هم متخصص حدیث بود، و تاریخ عالم را هم از خلقت آدم تا زمان خودش به نگارش در آورده بود. بخشای اول این طبعا اساطیر و اساطیر الاولین به قول عرب ها و به قول قرآن، و مبتنی بر آموزش کتابای آسمانی و تاریخ حیات پیغمبر و پیغمبرها و پیدایش و گسترش اسلامی، قسمت های اولشه. و توجه مورخ هم بر اینه که به درستترین خبرها تکیه بکنه و خبرهایی رو که نادرست هست نیاره، یا خبرهای ضعیف رو، خبرهایی که ثقه نیست، احتمالاً اونها رو یادآوری بکنه. اما همین مورخ در مورد دوره ساسانیان چه میکنه؟ دستچین دیگه نمیکنه. مثل فردوسی او هم روایت‌های گوناگون و مختلف یک رویداد رو در کنار هم میذاره و معمولاً کمتر قضاوت میکنه و قضاوت رو به خواننده واگذار میکنه، برای اینکه در دوره‌ای که ازش سند در دست هست رفتار دیگری داره. کما اینکه فردوسی هم در مورد دوره ساسانیان با سند سر و کار داره، یعنی یک تفاوتی قائل میشه بین دوره ساسانیان و دوره‌های پیشتر، و دوره‌های پیشتری که میگه مثلا در مورد اشکانیان میگه از ایشان به جز نام نشنیدن. دوره‌ای بوده که نزدیکتر بوده به مؤلف و دوره‌ای بوده که به هر حال اطلاع ازش بیشتر بوده، آدم‌های بیشتری بودن که داستان‌های اون دوره رو می‌دونستن، تاریخ اون دوره رو می‌دونستن. البته تاریخ کتبی هم ازش بوده، خدای‌نامک‌ها مثلا در همون دوره فردوسی، احتمالاً خدای‌نامک‌های پهلوی از بین رفته بوده، ولی ترجمه‌های عربی اونها که الان در دست نیست، در اون موقع در دست بود. ابن مقفع و دیگران ترجمه کرده بودن بخش‌های زیادی رو. فردوسی میدونسته، خبر داشته که این خدای‌نامک‌ها هست، وجود داره، سند نوشته است، تاریخ کتبی. بعد تاریخ شفاهی هم گویندگانش، دانندگانش بیشتر بودن، فراوان بودن، کما اینکه وقتی هم که خواستن این رو به صورت کتبی در بیارن بنویسن، ابو منصور عبدالرزاق دستور میده بگردن در شهرهای خراسان دانندگان رو جمع بکنن و از بین اونا 4 نفر رو انتخاب میکنن. به این ترتیب با یه مواد کار، مصالح کار بیشتری فردوسی سر و کار داشته. در تاریخ رسول و ملوک طبری اعتبار آسمان و زمین، اعتبارش از نظر واقعی بودن یک اندازه است،
یعنی پیامبران به همون اندازه معتبر هستند. اینو البته گفتم، ببخشید دارم تکرار میکنم، حضرت یوسف به همون اندازه واقعیت تاریخی داره که مثلا خسرو پرویز، که فلان خلیفه عباسی که ازش خبر نزدیک و در دست داشت. هر حال در هر دو زمینه، یعنی هم در کار طبری و هم در کار فردوسی، تفاوت در جای دیگر است و تفاوت اساسی و بزرگی است. ولی در یک مورد میتونیم این شباهت رو برقرار بکنیم، در بین این هر دو مورخ زمینه کار مبتنی بر سنت، مبتنی بر حکایت، مبتنی بر روایت، مبتنی بر خبر و آنچه که از گذشتگان و رفتگان باقی مونده. اوستی تاریخ قدسی حتی بیش از تاریخ عرفیه، برای اینکه اون مقدسه و خود آشکاره، خود به خود همین که قدسی هست یعنی اینکه حقیقته، واقعیت و حقیقته و هر دو این هست. یعنی از نظر طبری یا در تاریخ طبری اینطوری بگیم، سرگذشت حضرت یوسف خیلی واقعی تر از داستان مثلا خسرو و شیرین و شیروجه است فرض کنیم. ما در امر عرفی وقتی که طبری چند تا روایت رو کنار هم میذاره، احتمال این هست که یکی از این روایت ها درست باشه. در نتیجه اینطور نیست که یکی رو بگیره دیگری رو رد کنه، چند تا روایت رو در کنار هم میذاره. یعنی اینکه وقتی سه تا روایت رو، دو تا روایت رو کنار هم میذاره، خواننده باید تصمیم بگیره یا اینکه از سه تا رو دوست داشته باشه. حالا اگه موافق باشید اینجوری بگیم که خواننده نفیان یا اثباتن یه جوری در نوشته شریک میشه، حالا یا قبول نمیکنه یا قبول میکنه یا یه برخورد جوری خواننده وارد قضیه میشه. عرض شد که اگه به شاهنامه برگردیم، شاهنامه یه بخشی اسطوره است، یه بخشی تاریخ، یه بخشی حقیقت، یه بخشی افسانه است، مخلوط همه ایناست. جمشید ضحاک مارهاست، پادشاهی 600 ساله است، 1000 ساله است، جادوی افراسیاب، گاویه که فریدون رو پرورده و که خسرویه که نمرده به جهان دیگر رفته. پس گذشته از این که ایناست، پس شاهنامه یه چیز نیست در مقایسه با طبری. اون اینه که تاریخ رسول نیست، تاریخ ملوک. این تفاوت بزرگ شاهنامه است با بزرگترین تاریخ، اگر بشه گفت، زمان خودش. 60-70 سال به نظرم زودتر از فردوسی بوده. مال همون زمانه، همون فرهنگه. تنها شاهنامه فقط تاریخ ملوکه. یعنی اگرم توجه کرده باشید، راستش من اینو اول بار در درم بدم. من اول بار اینو در هگل دیدم، در استتیک هگل، که اگرم یک کسی بخواد نمیدونم با مفهوم ادبیات و این چیزا آشنا بشه، من فکر کنم که یکی از به قول قدیمی از امهات کتبه. به شما هم که این کار هستین حتما باید بخونین. از روی معرکه است. یه جایی من دیدم راجع به حملت صحبت میکنه یا نظری میده، بعد مثلا 100 صفحه بعد یه موردی پیش میاد، بعد یه اشاره دیگه به حملت میکنه، به کلی یه چیز دیگه. یعنی پیداست که یهو از یه جای دیگه ندیده. حالا توی اینجا الان ما از هر طرفی که به شاهنامه نگاه بکنیم، یه جنبش آشکار میشه. و در حقیقت آثار بزرگ دانته هم همینطوره، مثل یه منشوریه که نورای مختلفی که بهش داده بشه، رنگ‌ها مختلف داره، اصلا وجوه مختلف داره و رنگ‌های به هر وجهی هم یک رنگی داره. اینجوری که نگاه بکنیم می‌بینیم شاهنامه خب عجیبه، یه مرتبه توجه جلب میشه که عجیبه که چقدر متفاوته. یک طرف قضیه نیست، اصلا نصف بدنه نیست، تاریخ رسول نیست اصلا، فقط تاریخ ملوکه. نتیجه چی میشه وقتی که تاریخ ملوکه؟ نتیجه اینه که با ایمان کسی دیگه سر و کار نداره، اساساً در جستجوی مؤمنان نیست. و وقتی که با ایمان سر و کار نداشته باشه، محل شک و تردید. یعنی شنونده قصه های شاهنامه یا خواننده‌اش، شنونده ها سابق بیشتر از خواننده ها بودن گمان میکنم، اگر محل شک و تردید باشه، مورخ تاریخ رسول نمیتونه چیزی از بیرون از آنچه که در دستش هست، در سنت هست، به تاریخش اضافه کنه.
چیزی هم نمیتونه کم بکنه، نمیتونه مثلا بگه یوسف نبود، قصه یوسف نبود. اما مورخ عرفی، مورخ تاریخ ملوک میتونه شک داشته باشه، تردید داشته باشه، چیزهایی رو بپذیره، چیزهایی رو نپذیره. یعنی اولین ویراستار و تنها ویراستار تاریخ خودشه، نوشته خودشه، که اتفاقا شاهنامه دو تا ویرایش داره، طوری که تحقیق کردند و علمای موشکاف بهش پرداختند و به نتیجه رسیدند، که خوب کار جالبی هم هست، کار مفیدی هم هست. اون ویراست دومه که به دربار غزنین فرستاده شده و با ویراست اول تفاوت‌هایی داشته، یعنی تاریخش اصلاح کرد. حالا این مناسبت هم هست شاید که در یه جامعه می‌بینیم که فردوسی میگه، باز برگردیم به همین شعر، خردمند که این داستان بشنود به دانش گراید، میره به سراغ شعور خودش، دانش آگاهی خودش، به فرم قصه نگاه، به ساخت قصه نگاه نمی‌کنه، به معنی قصه نگاه می‌کنه و شاعر حواله میده خواننده رو به دانشی که داره.